در این مدت 3 سال حاکمیت رژیم تروریستی و اپارتاید جنسیتی طالب، زنای زیاد به شکل مخفی نیمه شبه از خانه‌هایشان توسط طالب دزدیده شدند و به مخفیگاه ها و شکنجهگاه ها انتقال داده شدند و در اون مخفیگاه ها طالب هر جنایت که خواست به حق زنان انجام داد. زنانی که در اون زندان ها مورد شکنجه روحی فیزیکی قرار گرفتند، زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، زنانی که بعد تجاوز جنسی طالب کشته شدند و جسدهایشان در کوچه و پس کوچه و در ولایت‌ها در دریا انداخته شد و جسدهایی که در این 3 سال رسانه‌ای شد این جنایتی است که توسط خود طالب صورت گرفته و حتی زنای زیاد بعد اون زندان ها وادار بر ازی میشن که با طالبان همکار استخباراتی باشن، کار استخباراتی انجام بتن. دخترای چندین دختر شاهد بودیم که بعد اون زندان ها و تجاوزهای جنسی خودکشی کردن، چون یک زن که مورد تجاوز جنسی در افغانستان قرار میگیره نه دولت در پشت خود داره و نه فعلا کدام قانون در سرزمین حاکم هست و نه مردم افغانستان حامی قربانی ها هستن. فکر میکنم روز از این رسیده که به خاطر امنیت و زندگی با شرف خود و زنان سرزمینتان خواهان یک حکومت با قانون باشین، نه یک رژیم تروریستی و افرادگراهای مذهبی که زن و سرزمین کنیز و غنیمت جنگی میدانند.